به حوصلگی از اینجا آغاز می شود. آقا جان، علی مارو شما خوشا باین خود جنرال کارمن چی حق داره قربان چاو؟ دا مسئله حل کی؟ دا مسئله حل کی ګوره؟ دلته دا کومرې دی؟ زمونږ سیاست دا ورو را کومرې راغلی نشته او په دې نورو نه لاس نه نیو. سړی دا ټول دا دا ولې کومرې؟ دا مسئله څه څه دی؟ خو ځکه چې مارکته راځي ته څنګه مې؟ اول په تاسو باندې 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 وای. این رویداد از یک سر و صدای عادی آغاز شد، آن هم به گونه ای که تصویربردار یک تلویزیون خصوصی میخواست از راه های تقلبی که از صندوق بیرون شده بود تصویر بگیرد، اما با مخالفت ناظران انتخاباتی اشرف غنی احمدزی مواجه شد. ناظران آقای احمدزی به رسانه ها این گونه اخطار می دهند. با این حال ناظران تیم اصلاحات و همگرایی و همچنان مسئولان کمیسیون انتخابات ضمن محکوم کردن رویداد برخورد خشونت آمیز با کارمندان رسانه ها می گویند که نباید از حضور رسانه ها در فرایند تفتیش آرا جلوگیری شود. ما تیم اصلاحات و همگرایی و ژورنالیست های عزیزمان احترام داریم، میتونند بیاین از روان مشاهده کنند، ما مشکلی نمیبینیم. مستقل انتخابات بر مطبوعات تمام سوالات را ایجاد کرده و این کار مربوط به ستادای انتخاباتی نمیشه که بالای مطبوعات که محدودیت وضع کنه. همه کارهایی که صورت میگیره بخش مطبوعات کمیسیون مستقل انتخابات این سهولت بر شما ایجاد کرده و ایجاد میکنه که روند از نزدیک مشاهده کنین، خبر تهیه کنین، راپورت تهیه کنین و برای مردم افغانستان ایرا به شکل مستند برسانین. با این حال مسئولان کمیسیون انتخابات اطمینان میدهند که تا دو روز دیگر فرایند ابطال آرا با حضور ناظران ملی و بین المللی به گونه عملی آغاز می شود. و ما امروز و فردا بالای زی کار میکنیم به شکل عملی هم زمینه بالای زی مساعد شود که در حضور داشت شما مطبوعات و ناظرین و مشاهدین عملا روند ابطال آرا و مکانیزم بعدی که برای این روند نهایی و ضروری است آغاز به کار کنه. روز یک شنبه نرم افزاری که قرار است از آن برای باطل سازی آرای تقلبی استفاده شود مورد آزمایش قرار گرفت. با گذشت هر روز از روند تفتیش آرا، پرده های تازه از تقلبات انتخاباتی برداشته می شود. روزانه 30 تا 40 صندوق رایدهی به تفتیش مجدد می رود. اما از ابطال آرا تا به حال خبری نیست. دیده شود چی زمان آرای سفید از آرای سیاه جدا خواهد شد. حفیظ‌الله سالنگی، تلویزیون نور، کمیسیون انتخابات.